بیش از 2 سال از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای پرواز PS752 و کشته شدن 176 مسافر اون می‌گذره. دانشگاه آلبرتا در شهر ادمونتون کانادا روز سه‌شنبه 13 اردیبهشت ماه برای زنده نگه داشتن یاد و نام سرنشینان پرواز PS752 از جمله 10 سرنشینی که پیش از این فاجعه سرنگونی هواپیما در این دانشگاه در حال تحصیل یا تدریس بودند یادبودی را برگزار کرده. همکارم رامین حقجو گزارشی داره از شهر ادمونتون کانادا. بیش از 2 سال از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای پرواز PS752 و کشته شدن 176 سرنشین این هواپیما می‌گذرد. 176 سرنشین پروازی که گروهی از آنها دانشجویان و یا استادان برخی از دانشگاه‌های کانادا از جمله دانشگاه آلبرتا در شهر ادمونتون کانادا بودند. دانشجویانی همچون الناز نبیی، پونه گرجی، آرش پورزرابی و همچنین امیرحسین سعیدی نیا که قرار بود تحصیلات خود را در این دانشگاه ادامه دهد. دانشگاه آلبرتا روز سه‌شنبه 13 اردیبهشت ماه برای زنده نگه داشتن یاد و نام سرنشینان PS752 از جمله 10 سرنشینی که پیش از فاجعه سرنگونی هواپیما در این دانشگاه در حال تحصیل و یا تدریس بودند یادبودی را با حضور خانواده و دوستان این کشته شدگان و برخی مقامات دولتی و دانشگاهی برگزار کرد. در این مراسم حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 و لیلا لطیفی به عنوان سخنران حضور داشتند و سپس از درختی که در این دانشگاه کاشته شده و نیمکدی که به عنوان یادبود در محوطه دانشگاه قرار داده شده رونمایی شد. از طرف پسر خودم تشکر میکنم که با اینکه شما ندیده بودینش هیچ وقت، ولی این لطف زیاد رو در حق ما کردید و این بنای یادبود و این گرد همایی رو بزرگ و تدارک دیدید. خیلی ممنونم، از همتون تشکر میکنم. رامین حقجو، صدای آمریکا، ادمونتون، کانادا.